نینسون یا نینی سینا که گاهی او را با گولا الهه بزرگ پزشکی و شفا یکی می دانند، دختر آنو آنتو، بانوی گاوهای وحشی، مادر قهرمان حماسی گیلگمش و همسر پادشاه افسانه‌ای و فانی اوروک لوگال بنداست. نینسون در اکثر نسخه های حماسی گیلگمش در این نقش ظاهر می شود. اما میزان مشارکت نینسون در زندگی گیلگمش بین نسخه های مختلف حماسه متفاوت است. او فقط در نسخه به اصطلاح بابلی استاندارد نقش فعالی دارد که در آن پسرش را نصیحت می کند و رؤیاهای او را تعبیر می کند و از خدای خورشید شمش درخواست می کند تا از او محافظت کند و انکیدو را، همان خدایی که به نبرد با گیلگمش فرستاده شد و بعداً دوست و یار صمیمی او شد، به عنوان عضوی از خانواده خود می پذیرد. در اسطوره ابو سلابیخ، اولین ملاقات و ازدواج نینسون و لوگال بندا شرح داده شده است. ترجمه و مطالعه متن بسیار دشوار است، چون تنها یک نسخه، آن هم ناقص، از آن باقی مانده. در قطعات ناقص لوح، نینسون نان آبجو را به لوگال بندا ارائه می دهد و بعداً یک شب را با او در ایریازا، مکانی کوهستانی در ایلام ایران امروزین می گذراند. پس از بیدار شدن از خواب، او یک لوح گلی محصور دریافت می کند و آن را می خواند و از لوگال بندا می خواهد که با او به اوروک برود تا با حاکم شهر دیدار کند. هنگامی که آنها به آنجا می رسند، الهه اینانا به لوگال بندا آداب حضور در بارگاه پدر نینسون را یادآوری می کند تا اجازه ازدواج با او را داشته باشد. پایان اسطوره اما به دلیل از بین رفتن الواح قابل بازسازی نیست. بهتر است نگاهی به نینسون در اسطوره بابلی گیلگمش بیندازیم. لوگال بندا پدر گیلگمش یک انسان فانی بود که قبل از شروع حماسه مرده بود. نقش نینسون مانند الهه تتیس، مادر آشیل در حماسه یونانی الیاد هومر، بسیار به پسر فانی خود گیلگمش اختصاص دارد و همیشه در تلاش است تا به او کمک کند. یکی از مهمترین این کمک‌ها در نبرد گیلگمش و هومبابا دیده می‌شود. هومبابا موجودی ترسناک است و خدایان او را چنین آفریدند تا آدمیان را از نزدیک شدن به جنگل سدر خدایان بترساند. موجودی با پنجه‌هایی مثل شیر، پاهایی با چنگال‌های کرکس، شاخ‌های گاو نر و تنی پوشیده از فرس‌های مفرق که در انتهای دومش سر ماری و آلتش نیز ماری زهرناک است و تیر و نیزه بر فرس‌های مفرقیش کارگر نیست. نینسون از شمش، خدای خورشید، می‌خواهد که گیلگمش را در نبرد با هومبابا یاری رساند و شمش برای کمک 13 باد را با قهرمان همراه و رهسپار جنگل سدر می‌سازد. علاوه بر این، نینسون بینشی عمیق نسبت به شخصیت پسرش دارد. به عنوان مثال، هنگامی که گیلگمش رؤیاهای نگران کننده درباره یک شهاب سنگ مرموز و یک تبر می‌بیند که هر یک از آنها را به عنوان یک همسر در آغوش گرفته، نینسون آن را به این معنا تعبیر می‌کند که گیلگمش دوستی صمیمی خواهد یافت و به او می‌گوید به زودی او را ملاقات خواهی کرد، چنان همدمی برای قلبت. این تعبیر رؤیا به گیلگمش آرامش می دهد و راه دوستی او با انکیدو را با وجود نبرد با وی همراه می سازد. نینسون مادر گیلگمش بود، اما این امر راوی را از اظهار نظر در مورد نقش او به عنوان یک زن باز نمی دارد. وقتی او برای دعا به بارگاه شمش می رود، لباسی درخور بدنش می پوشد و جواهرات شایسته بر سینه اوست. به عبارت دیگر، ما می توانیم فرض کنیم که نینسون یک عاشق است، حتی اگر مادر کسی باشد.